ماشی را یک سری افراد لعن میشه. اینا کیان؟ اینا بنیانگذاران ظلم هن. ولعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. اینا کیان؟ عموم مفسرین و علما تفاسیر آیات همه وقتی بررسی میکنیم میگن یهود. میگه بنیانگذار ظلم بر اهل بیت یهودیان. کجاست پس کو؟ همینه دیگه. عین اینکه به شما بگن آقا داعش داره مسلمان ها رو میکشه، یه آدمی که زرنگ تر باشه میگه کی داعش رو به وجود آورد؟ کی از داعش داره حمایت میکنه؟ اون چاقوهایی که داعش سر میبریدن میدین کجاست؟ چرا تو قنیطره اینا چسبیدن به مرز اسرائیل، یه گلوله سمت اسرائیل شلیک نمیکنن؟ چرا فیلمش اومده بیرون که نتانیاهو رفته تو بیمارستان داره از اینا یادت میکنه؟ آدمی که زرنگ تو دشمن شناسی، تو لعن، تو براءت، اون اصلیه رو میبینه. زیادت باشه میگه اسست اساست. اصلا این اعراب جاهلی تو قد و قواره در افتادن با اهل بیت نبودن. خدا اینا بهشون خط دادن. ما داریم در مورد یکی از کسایی که حالا حق امیرالمومنین گرفت، پیامبر از دستش عصبانی بود. بس که این آدم میرفت تو مدرسه المسکه در شمال مدینه بین یهودی ها میشست و میگفت از پیشگویا برام بگید. روزی هم که آقا رسول الله به شهادت رسید و من براتون عرض کردم که یه سخنرانی بود که کسایی به شهادت رسوندن، اون روز جنازه رو یکیشون نگه داشت که اون یکی که شمال مدینه تو جلسه با یهودیا بود برسه. رفته بودن آخرین نسخه های برخوردی رو بگیرن. به محض اینکه به قدرت رسیدن این یهودیا شدن وزراشون. هیچ کس حق نداشت حدیث نقل بکنه، اما آقای کعب الاحبار یهودیه به ظاهر مسلمان شده، خاخام یمنی، اجازه داشت حدیث نقل کنه. اسست اساس الظلم بالجور. بفهم چیو داری لعن می‌کنی. آقا ما روایت داریم یه دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. و کو چرا نمیبینی؟ چون باید سرجون رو ببینی. چون باید اون افرادی که ویژه مأمور بودن تو روز عاشورا اونجا بودن، دستور میدادن آقا پیکر در بذارید اونجا، باید اسبروش بتازن، دستور ما اینه. اینا رو باید ببینی. بنده معتقدم یهود شمال مدینه یک ضلع چهارمی در مکه داشتن، مون بنی امیه بود. علاوه بر نسب کاملا صریح یهودی اینها، یک سری آداب یهودی رو اینا در بین خودشون حفظ کرده بودن. این خیلی عجیب بود. با اینکه مسلمان شده بودن همون کار هنوز دین جهودا رو انجام میدادن. میرفتن قمار میکردن روز عاشورا، لهو و لعب، عشق و حال و کیف و کیفش کوک بود عمدن ها. بعد نکته جالب اینه که روزه میگرفتن روز عاشورا. برای یه آدم که دنبال این عشق و حالش روزه گرفتن خورده چیه؟ عجیب نیست؟ این کده، این فکته برای کسی که اهل فنه. حالا ما که خورده تو حوزه یهود مطالعه میکنیم، میگن یوم کیپور یکی از روزهای مقدس یهودیانه که توش روزه میگیرن. اسم دیگه اش فکر میکنید چیه؟ یوم عاشورا، یوم عاشورا، روز دهم. کاملا بر مبنای یک نگاه یهودی روز عاشورا. با آمدن اسلام قطع میشه. اما نکته عجیب اینه، چرا بنی امیه بعد از آمدن اسلام سال 61 هجری رد شده، اون چقدر گذشته از اسلام، ها، باز هم اون روز رو روزه میگیرن؟ الا این که بگید اینا به اون دین قبلی شدن. در مورد یزید یه خورده میخوام یه بحثای مطرح کنم، ولی شاید کمتر جای شنیده باشید. یزید سال 25 یا 26 هجری به دنیا میاد، لعنت الله علیه. مادرش کسی نمیدونه کیه، دقت نکردن، هم یا یزید بن معاویه یا مادرش میسونه، اصلا عرب نبود. میسونه مادرش یهودی بود، پدرش مسیحی. خود میسونه میگفت من بین دین پدرم و دین مادرم، دین مادرمو دوست دارم. زمانی که معاویه با این ازدواج کرد، یزید حامله بود، طلاقش داد. این رفت پیش برادراش و یک تربیت کاملا اهل کتابی بزرگ شد. هیچ ارادتی به پیغمبر نداشت. مشاور همین یزید ملعون فردیست به اسم سرجان. این فرد کسی است که مستقیم با ابن زیاد ارتباط داره و به یزید مشاوره میده چیکار کن چیکار نکن. جالب، معاویه به یزید مشاوره داد با هر کی میخوای بجنگی بجنگ، با کی نجنگ. یکی دیگه بهش مشاوره داد بجنگ. اون چرا داری همچه مشاوره میده؟ یهود طبق پیشگویی‌هاش اهل بیت رو داشت، امام حسین رو به نام داشت. من قبلا تو سخن گفتم مثلا در کتاب نبوئیت حیلت، نبوت الولد عربیش میشه، که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده، رسما داره که سری از پشت سر بریده خواهد، من کتاب دارم خودم چش دارم، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن، استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. و همیشه برای من این سوال بود که ابو عبدالله اگر در گودال به شهادت رسیده، گودال یعنی گودی، چه اصراری بوده که پیکر مطهر برداشته بشه بیاری توی زمین صاف بگذاری،
و حتما نعلهای تازه بزنی که یک برنامه ریزی از قبل ریخته شده رو حتما اجرا کنی. چرا؟ چون در آن کتاب آمده. به محض اینکه ابا عبدالله به شهادت میرسه، این سرجان استعفا میده از مشاور یزید، به بیت المقدس میره، یک کتاب مینویسه که در اون کتاب اثبات کنه پیامبر ما جن زده است. خود یزید یک بیت شعر داره، میدونین شاعر بود دیگه، یه شعر داره میگه و ان حرمت یوما علی دین احمد، داشت عرق میخورد، گفتن خب این تو بابا تو مثلا مسلمونی، گفت اگر این حرام شده یه روزی بر دین احمد، فخذها علی دین المسیح ابن مریم، عیبی نداره، من مسیحی هم عرق میخورم. یه واضح تر بگه بابا چی بگه دیگه.